سلام دوباره دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و این جلسه سوم درس های ما تحت عنوان رویارویی با تنش ها در روابط امیدوارم که توی هفته گذشته و هفته قبل این برنامه ها رو دنبال کرده باشید و بدونید که داریم وارد چه مبحثی میشیم تو این جلسه داریم درباره موضوع خیلی مهمی صحبت میکنیم که وقتی که توی روابط ما با همسرمون با دوستامون با فرزندانمون در محیط کار در محیط کلیسا وقتی ناراحتی و دلخوری اتفاق میفته توی اون رابطه چطوری به طور سازنده روبرو رو بشیم با اون شخص که باعث ناراحتی شده چطوری به جای قهر کردن چطوری به جای دعوا کردن به طور مفید به طور بناکننده مشکل رو حل کنیم برای اینکه رابطه دوباره سالم بشه برای اینکه رابطه و دوستی جلو بره این نیاز همه ماست که یاد بگیریم مهارت هایی که مهمه توی صحبت کردن و گفتگوی سالم و سازنده و من همیشه تو این درس ها میگم که این قسمتی از زندگی من هست که خودم هم توش مبارزه دارم خودم هم توش مشکل دارم اینجا به عنوان یک متخصص که فقط دارم به دیگران نصیحت میکنم اینجا جلوی شما نیستادم خودم هم دارم این درس ها رو تو زندگی خودم یاد میگیرم که چطوری با همسرم با فرزندانم با دوستام با برادران و خواهران مسیحی وقتی که ناراحتی اتفاق میفته بتونم به طور سالم برخورد کنم میگم توی فرهنگ ایرانی به خاطر همین طرف و رودرواسی و حالا به روی خودت نیار و حالا بگذر و حالا بیخیال یا اگرم مطرح بکنیم احساس میکنیم که رابطه تازه بدترم میشه طرف تازه شاید بدتر با ما برخورد کنه قهر کنه ناراحتی حتی شدیدتر بشه خیلی وقت ما ایرانیا نمیدونیم که چطوری وارد یک گفتگوی مهم بشیم گفتگویی که میتونه رابطه ما رو عوض کنه زندگی ما رو عوض کنه پس دارم به این دلیله که دارم این برنامه ها رو ارائه میدم و دارم از کتاب استفاده میکنم تیچه کتابش هست How to have that difficult conversation you've been avoiding How to have ه که به فارسی مثلا میتونیم اینطوری بگیم که چطوری اون صحبتهای سخت گفتگوهای سختی رو واردش بشیم که ازش فراری هستیم خیلی وقتا هیچوقت خوشمون نمیاد که وارد یه سری صحبتهایی بشیم که درباره مشکلی هست تو رابطه ما ولی مهمه مهمه که یاد بگیریم که به جای قفلت کردن و فرار کردن از مشکلات به طور سازنده برای راه حل مشکلات جلو بریم تو زندگی دو تا نویسنده این کتاب هنری کلاود و جان تاونزند دو تا نویسنده خیلی مشهور مسیحی و روانشناس آمریکایی هستند که ازشون درس های حریم های خود را بهتر بشناسیم و شخصیت امن رو ازشون درس دادن و اون درس ها رو میتونید توی آرشیو وبسایت محبت دنبال کنید حالا دیگه توی دوتا جلسه اول این سری برنامه های مقدار صحبت های مقدماتی رو مطرح کردیم اهمیت این که چرا باید وارد این نوع برخورد ها بشیم و اینکه چطوری خودمون رو آماده کنیم باید قلبمون روحیمون آماده باشه برای وارد شدن تو صحبت های مشکل صحبت هایی که برای روبرو شدن با تنش ها واردش میشیم حالا دیگه میخوایم وارد یک سری اصول بشیم تیتر این قسمت دوم کتاب که یک سری اصول رو نویسنده مطرح میکنه تیتر این قسمت کتاب به انگلیسی میگه The Essentials of a Good Conversation برای یک گفتگوی سازنده یک اصول خیلی مهمی رو باید رعایت کنیم اگر میخوایی که وارد یک صحبتی بشی با یه دوست با همسرت با فرزندات و یه مشکلی اتفاق افتاده یه دلخوری هست حال همدیگر رو گرفتید زده حال به هم زدید احساس میکنی که طرف مقابل ارز تو رو داره بی میکنه تو رو تحقیر کرده به نیازهای تو نمیرسه دلخوری و ناراحتی و کدورتی تو رابطه هست چه اصولی رو باید توی صحبت کردن رعایت کنی که اگر میخواهید حالا عزیزان اینو من بارها گفتم هیچ تو زندگی یک فرمول وجود نداره که فکر کنید که ما داریم اینجا یه فرمول بهتون یاد میدیم یه تکنیک یاد میدیم که حتما این تکنیک جواب میده به طور صد درصد شاید برای بنای یک رابطه دو طرف مسئول هستند که راه حل و جدی بگیرن یک نفره نمیتونه یکی دیگر رو عوض بکنه ولی یه نفر میتونه فضای ایجاد بکنه که پتانسیال کمک به عوض کردن طرف راه حل پیدا کردن رو تو رابطه بیشتر بکنه تو میتونی وارد یه گفتگو بشی با یک روحیه بد و اون گفتگو خیلی خراب بشه نتیجهش خیلی منفی تر بشه تو میتونی با یک اصول سازنده وارد یک گفتگو بشی شاید طرف مقابل تصمیم بگیره که به طور درست به تو جواب نده شاید طرف مقابل فرار کنه از تو با تو برخورد تند داشته باشه با فروتنی حرفای تو رو نشنوه تو مسئول عکس عمل طرف مقابل نیستی تو مسئول خودت هستی تصمیمات خودت برخورد خودت عکس های خودت ولی تو اگر عکس عمل ها برخورد درست باشه امکان اینکه طرف مقابل هم درست با تو برخورد بکنه خیلی بیشتر خواهد شد شاید نکنه شاید برخوردش ادامه پیدا کنه به طور منفی ولی امکانش هم بیشتر میشه که اگر تو با محبت برخورد کنی تو با فروتنی برخورد کنی به یه مشکلی اون شخص هم با محبت و فروتنی حرفای تو رو بشنبه و به تو جواب بده پس داریم صحبت اصول مهم برای گفتگوهای سازنده رو مطرح میکنیم ده تا و تا دا فصل داره و تو هر برنامه من دو سه تا از این اصول رو مطرح میکنم و ببینیم که چطوری با هم تو این درس ها جلو میریم میگم من واقعا برای من تو این درس ها گفتم توی جلسات قبل هدفم این نیست که تمام نکات این کتاب و تمام فصل رو درس بدم ولی میخوام که یک سری اصول خیلی مهم ملموس بناکننده رو برای صحبت کردن مطرح بکنم و یه قسمت از این اصول ربط داره به روحیه ما قلب ما فکر ما، احساسات ما، طرز برخورد ما یه سری از این اصول هم رب داره به مهارت ها که به خصوص تو جامعه ایرانی ما نیاز داریم یه سری مهارت ها رو یاد بگیریم که چطوری با یه نفر برخورد خوب بکنیم حالا من اینجا هم بگم بعضی از صحبت ها هم شاید بگید که ساسان اینا صحبت های فرهنگ غرب اینا توی فرهنگ ایرانی یا فرهنگ شرق جواب نمیده اونا دیگه نکاتیه که من باید مسئولیتش رو به دوش خودتون بذارم که چطوری این صحبت ها رو ببینید که چطوری ربط میتونید بدید به موضوعات فرهنگی و شرایط خاص زندگی خودتون ولی دیگه به امید خدا من مطمئنم که خیلی از این صحبت هنوز میتونه صحبت هایی باشه که تو هر فرهنگی جواب بده اگر ما به طور درست باش برخورد کنیم حالا میخوایم وارد این اصول بشیم ساسان چه اصولی رو بر رایت کنیم چه اصول مهمی رو باید رایت کنیم برای صحبت مفید در برخورد با تنش نکته اول انگلیسی میگه be emotionally present. حالا من ترجمه میکنم و زیرنویس هر نکته فصل هر فصلم چند تا پوینت ساب پوینت داره پوینت های فرعی تر جزئی تر داره ولی لب کلام اینجا این هست تو این فصل که میگه که باید منظور چیه بی ایموشنلی پرزنت یعنی چی ترجمه تحت و لفظیش میشه از نظر احساسی اونجا حاضر باش منظور اینه که وقتی تو یه صحبت با یه نفر وارد میشی هم آگاه باش به احساسات خودت و هم آگاه باش به احساس طرف مقابل و اونجا توی اون صحبت منظور اینه حضور داشته باش تمرکزت توی به اون شخص باشه با با یک با یک برخورد گرم با یک برخوردی که میخوای بهش نشون بدی که تو اونجا وارد این رابطه شدی وارد این صحبت شدی چون میخوای این رابطه شفا پیدا بکنه این ناراحتی میخوای که برطرف بشه که این دوستی و صمیمیت جلو بره تو خوبی اون طرف رو میخوای نیومدی که محکومش کنی نیومدی که کنفش کنی نیومدی که حالش رو بگیری اومدی چون دوستش داری و می خوبیشو میخوای و میخوای می که این دوستی این صمیمیت این ارتباط دوتا قلب با همدیگه دوباره نزدیک بشه بعد از یک ناراحتی که توی این رابطه به وجود اومده پس تمام این نکته ها شامل این نکته میشه که میگه از نظر احساسی حضور داشته باش و این خیلی نکته مهمیه که وقتی که میگه حضور داشته باش یعنی اینکه تو وقتی داری به طرف مقابل حرف میزنی داری بهش این اح... اگر, اگر میگم با روحیه درست داری باش برخورد میکنی داری بهش نشون میدی که برای من تو مهم هستی اگر یکی برای تو مهم نباشه ناراحتت کرد میگی بیخیال اصلا قهر میکنی میری اصلا وقت نمیذاری که بخوای باش حرف بزنی ولی اگر داری وقت میذاری با یکی صحبت میکنی پس داری اون اهمیت رو بهش نشون میدی که تو برام ارزش داری رابطمون برام ارزش داره و وقتی که اونجا حضور داری حواست هست احساساتت اونجا هست با اون شخص به قول معروف به انگلیسی میگیم انگیج هستی باش در ارتباط هستی داری ارزش اون شخص رو داری اینجا نشون میدی اینکه اهمیت داره این صحبت برای من اهمیت داره که با هم دیگه راه حل پیدا کنیم برای این مشکل تنش دلخوری که تو رابطه ما پیش اومده پس نکته اول بی پرزنت و حالا اینجا چند تا زیر نکته اینجا میگه میگه یعنی چی که حضور داشته باش از نظر احساسی نویسنده چند تا نکته اینجا مطرح میکنه نکته اول میگه بی ورم گرم باش با برخورد گرم با برخورد با برخورد با برخورد مثبت حالا مثلا میگه همیشه اینطوری نیستا شاید یه نفر واقعا یه کاری کرده که دل رو شکسته تو میخوای اصلا گریه بکنی ولی حتی اون گریه هم میتونه عشقایی باشه که داره محبت تو رو به طرف نشون میده یا لبخند زدن چقدر میتونه تحت, تحت تاثیر قرار بذاره جو صحبت رو منظور از گرم بودن اینه که با یک روحیه سرد خشن عصبانی وارد یه صحبت نشون اینو تو جلسه قبلا مطرح کردی که اگر در درون خودت پر از کلافگی و نفرت و خشم و روحیه نبخشیدن هستش وقتی وارد یه صحبت میشی جف خیلی خرابتر میشه ولی وقتی اون شخص بدونه که تو خوبیشو میخوای شخص مقابل بدونه که دوستیش برای تو ارزش داره جلو رفتن توی این دوستی برای تو ارزش داره و تو با اون با, با صورتت با نگاهت با لبخندت با طرز نشستنت میتونی نشون بدی که تو اونجا حاضر هستی این نکته خیلی مهمیه تو یکی از نکته های دیگه هم که نویسنده مطرح میکنه میگه خودتو نگاه کن observe yourself اشاره میکنه به یک از دوستاش که تو یه صحبتی با یک از دوستاش بعد از یه مدت دوستش گفتش که تو اصلا اینجا تو اصلا اینجا چیزه تو اصلا خودت رو نسبت به حرفای من خودت به این نویسنده میگه دوستش توی صحبتی که دارن درباره مشکل با هم صحبت میکنن بعد می، به طرف میگه دوستش میگه نه من همچین کار نکردم من دارم به تو حرفات تو قشنگ دارم گوش میدم تو چرا داری همچین حرفی میزنی گفت نگاه کن به دستای خودت اینطوری دستاتو گرفتی خیلی همچین تو خودت رفتی و داری به حرفای من گوش میدی توی جلسات قبل گفتیم عزیزان که روانشناسا این رو به طور علمی نشون میدن که یه چیزی بالای 90 درصد گفتگوی ما گفتگویی که به کلمات ما ربطی نداره به طرز برخورد ما ربط داره انگلیسی میگیم بادی لنگویج که تو از نظر بدنی حرکت حرکت صورتت ابرو چشمت لبخندت یا اخم و تخمت دست طرز نشستن طرز اینکه دستاتو کجا گذاشتی همه اینا داره پیغام میده به طرف فقط صحبتی نیست که چه کلماتی داری استفاده میکنیم من کلمات هم همه کلمات خیلی درستی بود میتونه حالا با اون تو جامعه مسیحی میتونیم به قول معروف خیلی هم کلم کلیشه های مسیحی استفاده کنیم خیلی فکر کنیم که داریم با ایمان صحبت می کنیم آیات کتاب مقدس رو داریم میگیم ولی طرز گفتنش طرز اینکه اصلا چطوری نشستیم با چه لحنی داریم میگیم چطوری داریم میگیم با چه شدتی با یا چه آرامشی داریم میگیم همه اینا از آن تاثیر میذاره روی پیغامی که طرف از من و تو میشنوه پس وقتی میگه گرم باش نویسنده وقتی که میگه خودتو نگاه بکن که طرز نشستنت طرز اینکه آیا دستا دستا اینطوری بسته است با اخم و تخت داری با یه نفر صحبت میکنی که اینطوری با یکی برخورد میکنه خب دیوار دفاعی اونم بالا میره یا اینکه با یه حالت ریلکس با یه حالتی که داری نشون میدی که باز هستی نشون میدی که دنبال راه حل هستی نشون میدی که خوبی طرف رو میخوای نشون میدی که اون رابطه و حل مشکل تو رابطه برای تو مهمه و ارزش داره اون شخص برات وقتی که اینا رو میتونیم نشون بدیم حتی از طریق برخوردهایی هایی که توی برخوردهامون از طریق نشستنمون از طریق طرز صحبت کردنمون سوال هایی که مطرح می کنیم نگاهی که داریم می و حواسمون به خودمون باشه که داریم چه پیغامی رو توی صحبت می پس آیا اونجا حضور داری یا نه نکته بعدی زیر همین نکته نکته خیلی مهمیه میگه تو گفتگو بذار اینو به انگلیسی میگم بعد ترجمه می میگه be in a conversation not a lecture توی وقتی برخورد می کنیم با یه نفر میگه توی یه گفتگو باش نه اینکه داری میش سخنرانی میکنی منظور یعنی چی خیلی وقتا وقتی یه ناراحتی پیش میاد میریم طرف رو میشونیم میگیم من بخوام با تو صحبت کنم باید این, این کارو کردی منو ناراحت کردی و طرف رو طوری،, طوری هم میگیم گی. می میگیم طرف رو نشوندم سر جاش طرف رو شستم گذاشتم کنار یا حالتی که تو بشین تو گوش بده من حرف میزنم و یه حالتی که خب طرف احساس میکنه تو محاکمه دادگاه یا تو داری بهش موعظه میکنی داری بهش سخنرانی میکنی داری به قول معروف نصیحتش میکنی فقط یک سخنرانیه تو طوری داری برخورد میکنی که تو اصلا نمیخوای بشنوی که اون داره چی میگه اون چرا اون تصمیمو گرفته اون چرا اون برخوردو داشته یه صحبت برخوردیه که تو رو ناراحت کرده اصلا میشنوی اونو که دلیل اون چیه از چه دیدگاهی طرف مقابل داره نگاه میکنه به این موضوع یا نه تو فقط حرف رو میخوای بزنی پس توی یک برخورد سازنده با یک تنش تو رابطه مهمه که تو گفت و شنود باشیم توی گفت و شنود هم بگیم و هم بشنویم نه اینکه فقط یه طرفه داریم سخنرانی میکنیم یه نکته دیگه هم توی این قسمت مطرح میکنه میگه connect even with the differences میگه وقتی که میگیم ارتباطت رو گرم نگه دار با شخص در ارتباط باش اون ارتباط اون محبت اون دوستی رو نگه میگه فقط تو قسمت هایی که با هم موافقید نه حتی تو جاهایی که با هم مخالفید یعنی وقتی که یک تنشی هست تا موقعی که طرف داره حرفایی میزنه که به دل تو میشینه اینطوری با گرما برخورد نکن بعد یه اخم و تخت بکن وسط با اون قسمت حرفاش مخالفی بلکه ما در تمام مدت میخوایم سعی کنیم با جاهایی که با هم موافقیم جاهایی که با هم مخالفیم میتونیم دوست باشیم نیازی نیست که از هم با هم دشمن بشیم نیازی نیست که با هم داد و بیداد کنیم قهر بکنیم من توی یه کنفرانسی بودم همین چند وقت پیش و یه،, یه کنفرانسی بود که سالیانه جمع میشیم و افرادی که با هم سر یه موضوعات خیلی مهم اختلاف نظر داریم با همدیگه در گفتگو هستیم که همدیگه رو و دیدگاه های همدیگه رو بیشتر درک بکنیم و یه جوونی از هند برای سال دوم اونجا بود همدیگر رو سال پیش دیده بودیم و داشتیم روی آشنا شدنمون با هم جلو می رفتیم و روز اول احساس کرد که من یه برخورد خیلی مثبتی دارم خیلی دوستانه خیلی برادرانه بعد روز دوم من یه سوالی کردم که به چالش میکشید عقاید این شخص رو سوالم هم خیلی محترمانه بود هیچ دشمنی شخصی من با این دوست عزیزم برادر عزیزم نداشتم میگم یه عزیزی از کشور هند بودیشون بعد خودش تو جمع حالا یه کنفرانس بزرگی خیلی از سراسر دنیا اومدن تو جمع سوالش رو مطرح کرد و معلوم بود که سوالش درباره منه و داره منو میکوبونه به قول معروف که چطوری یه نفر به من روز اول میگه تو با من برادری روز دوم میاد و منو زیر سوال میبره و کار منو عقیده منو زیر سوال میبره من نمیدونم کدوم حرف رو باور کنم بعد رفتم خیلی دوستانه موقع چای و شیرینی خوردن با هم صحبت کردیم خیلی تا اونجایی که میتونستم با همین گرما حضور داشتم دستم رو روی شونش گذاشتم با لبخند و گفتم که عزیز من من ایمان دارم که من و تو با هم برادر هستیم برادری من و تو ایمان من و تو به مسیح زیر سوال نیست ولی من با تو سر این موضوع مخالفم این ربطی نداره که من ایمان تو رو زیر سوال میبرم دشمن تو هستم تو رو قبول ندارم من با این عقیده تو با این برخورد تو با این کار تو مخالفم بعد مثال وردم گفتم من با بچه های خودم من عاشق بچه هم هستم ولی بعضی وقتا تصمیماتی میگیرن که من باشون مخالفم من میتونم بچم رو دوست داشته باشم ولی بگم با این کار مخالفم دوست دارم با هم گفتگو کنیم دوست دارم که عقایت رو بشنوم سعی کنیم به یه حقیقتی برسیم شاید من تو رو قانع کردم شاید تو من رو قانع کردی ولی با هم اختلاف داریم ولی این, شخص خیلی هم قانع شد و حتی روز آخر اومد معذرت خواهی کرد دوباره که من ببخشید که من اینطوری با تو برخورد کردم گفتم نه مهم نیست ولی اینکه ما توی بخوستم تو جامعه ایرانی که خیلی وقتا اگر یکی بگه من با تو مخالفم انگار که مثلا بهش فوش ناموسی دادی انگار که بهش بیحرمتی داری میکنی انگار که داری مسخرش میکنی انگار که تمام وجودش رو داری زیر سوال میبری ولی من با تو مخالفم نه توهینه نه بیادبیه نه خیت کردن یکیه تحقیر یکیه نه نیازی داره یه نفر شرمنده بشه خیلی طبیعیه که تو خیلی مسائل ما انسان ها با هم مخالف باشیم چون دیدگاه های متفاوت داریم ولی خیلی مهمه که سعی کنیم نشون بدیم که توی مخالفت هامون هم ما با اون شخص دوستیم دوستیمون برای, برای اون مهمه گرمای اون فضای گفتگو مهمه ارتباط رو حفظ کردن ارتباط خوب رو حفظ کردن مهمه حتی تو مخالفت ها دلیلی نداره چون با یکی مخالفیم دشمنش بشیم شروع کنیم حمله کردن بهش من دوستایی دارم حتی توی جامعه خود ما در آمریکا دوستانی که رهبران اسلامی هستند در جامعه ایرانی شهرمون و توی تظاهرات مثلا برای حقوق بشر من با دوستای مسلمون دوش به دوش با هم وامیستیم با هم دیگه پلاکارد بلند میکنیم با هم میگیم میخندیم شاید از نظر ایمان دینیمون با هم خیلی فرق داشته باشیم با هم جای بحثم داریم با هم ولی تو یه سری وچه مشترکات هم میتونیم کاملا با هم دوست باشیم و با هم بگیم بخندیم پس دلیلی نداره که چون با هم مخالفیم فکر کنیم که باید همیشه باید احساس کنیم که طرف دشمن منه با یه حالت جبهه بگیریم پس خیلی مهمه که سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم فضا رو گرم نگه داریم فضای دوستی صمیمیت صداقت که توی اختلافاتمونم میتونیم با هم در ارتباط سالم باشیم و بعد یه نکته دیگه هم اینجا مطرح می‌کنه میگه که باید آماده باشیم که توی صحبت ها خیلی وقتا این صحبت هایی که صحبت های سختی که با یکی می‌خوایم بکنیم صحبت هایی که درباره تنش توی روابط خوشمون نمیاد از این صحبت ها انگلیسیش میگه دیسکامفورت هیچکس خوشش نمیاد درباره موضوعاتی صحبت کنه که به خصوص ما ایرانیا که تو یه کاری کردی من دلخور شدم دل من شکسته بیا با هم صحبت کنیم این موضوع من ما ایرانی علی حرفا نیست و با باید یاد بگیریم که باید وارد این نوع صحبت ها بشیم ولی تا جایی که حد و حریم میگه که مواظب باش که صحبت ضربه خوردن فیزیکی اینجا نیستا یعنی مثلا میگم توی رابطه صحبت اینو میکنه که میگه که بعضی وقتا زخما میتونه خیلی زخمای شدیدی باشه توی تنش ها مثلا میگم حالا من هی این مثال میرم چون خود نویسنده خیلی وقتا اوورده مثلا اگر شما توی رابطه زناشویی شوهرت مس بکنه در اهل کتککاری باشه اه، اینجا مهمه که مواظب باشه که خودت توی موقعیتی نذاری که کار به کتککاری و ضربه های خیلی شدیدتر تو زندگی برسه پس اینه که حد و حدود تو رایت کن که باره یه حدودی هستش که تو دوست نداری حرفایی بزنی که باعث ناراحتی باشه ولی باید وارد اون نو صحبت ها شد ولی تا جایی که مواظب باشتش که مواظب باش که توی اون گفتگو خودتو به خطر فیزیکی به قول معروف نندازی ولی اینا صحبت که حالا نکاتی که نویسنده مطرح میکنه زیر این فصلی که میگه پرزنت از نظر احساسی حضور داشته باشی وارد اون گفتگو شو و واقعا به طرف مقابل باید نشون بدی که تو مهمه برات اون شخص رابطهتون بنای اون رابطه تو اونجا یه طرفه نرفتی که فقط محکومش کنی بشونی سر جاش دلتو به قوره معروف خالی کنی بلکه رفتی برای دوستی رفتی برای شفا و بنا نکته بعدی وقتمون هم اینجا خیلی کمه باید این نکته رو بعدا ادامه بدیم ولی مهم نیست این حرفا مهم نیستش که حالا هر فصل من توی جلسه بگم یا تو جلسات مختلف نکته بعدی میگه be clear about you and I نکته دوم واضح باش مشخص کن حد و حدود این که من چی میخوام و تو چی میخوای مسئولیت من چیه مسئولیت تو چیه خیلی نکته مهمیه این میگم نویسنده بارها تو این درس ها میگه که اساس این صحبت ها بر به اون کتاب اسم کتاب فرفروششون Boundaries که من به فارسی درس دادم حریم های خود را بشناسیم که تو صحبت ها خیلی مهمه که حالا اینو, اینو بیشتر و بیشترم باز خواهیم کرد پس اصل دوم اینه که واضح باشه توی ذهن خودت توی صحبتهای خودت که مسئولیت تو حریم تو حد و حدود تو چیه و مسئولیت طرف مقابل حد و حدود اون حریم اون هیته اون چیه این رو حالا میخوایم با هم دیگه باز بکنیم ولی نکته خیلی مهمی هستش که میگه که تو هر صحبت و گفتگویی دو نفر هستن با دو تا دیدگاه مختلف و یه تنشی به وجود اومده پس خیلی مهمه که هم توجه کنی که تو داری چی میگی و هم حواست باشه که طرف مقابل داره با چه دیدگاهی صحبت میکنه مثلا اینجا بذار یه مثال ملموس میارم میگه یه زن زناشو... توی رابطه زناشویی یه خانومی خسته شده بود از آشپزی و برگشت به شوهرش گفتش که تو هیچ وقت ما رو از خونه بیرون نمیبری برای شام این نوع صحبت کردن رو. خانومه میخواد شوهرش امشب اونو ببره رستوران چون خسته شده از آشپزی ولی طوری صحبت میکنه که اصلا حمله باشه از اول کار تو هیچ وقت ما رو به رستوران نمیبری تو چقدر آدم خصیصی هستی یا اینکه به شوهرش بگی که به نظرم تو میخوای امشب ما رو رستوران ببری تو بهتر امشب ما رو رستوران ببری ببینید به جای اینکه تو صحبت تو تنشا به جای اینکه وارد حریم طرف مقابل بشید که یه حرفی رو تو دهن اون بذارید یه فکر رو توی سر اون بذارید یه نیتی رو به اون نسبت بدید یا اون رو بخواید محکوم کنید حرف خودتو بزن بگو من خستم من دوست دارم امروز امشب برم بیرون و شام بخورم پس حالا نمیگم گفتم اینا تکنیک نیست که اگر اینو بگی پس مشکل حل میشه شاید شوهرت هنوز این کارو نکنه ولی باید یاد بگیریم توی صحبت سالم که خودمون رو نیاز خودمون رو خواسته خودمون رو توقعات خودمون رو مطرح بکنیم به طور سالم بدون اینکه کس دیگه رو بخوایم محکوم کنیم تحقیر بکنیم کوچیک بکنیم یا منیپولیت بکنیم یعنی بپیچونیمش ازش استفاده ابزاری بکنیم به قول معروف پس اگر تو میخوای شب بری بیرون شام بخوری تو نیاز تو مطرح بکنی نه اینکه میگم ما ایرانی هم خیلی حرفه هستیم تو این داستان اینکه میگیم به در میگم دیوار بشنوه به جای اینکه یاد بگیریم که مستقیم درخواستامون رو مطرح بکنیم هی hey میخوایم به حالت کنایه به حالت اشاره به حالتی که من میگم خودش باید بفهمه این عزیزان اشتباست پس یه اصل خیلی مهم که باید رعایت بکنیم اینه که آقا واضح باش تو صحبتت درخواست خودت چیه خودت رو بتونی مستقل کنی از طرف مقابل تو چه جاهایی مسئولیتتون مشترکه تو چه جاهایی مسئولیت تو جاهای چه جاهای مسئولیت طرف مقابله و این رو حالا دیگه وقت نیستش تو این جلسه که بیشتر بازش بکنیم ولی این رو خیلی نکته مهمی هستش که تو جلسه بعد وارد این صحبت خواهیم شد که چطوری تو صحبت‌های سازندمون یاد بگیریم که طرز صحبت کردن طرز مطرح کردن نیازها که مشکلات و تنشها حل بشه خیلی خیلی نکته مهمی هستش مرسی که با من توی این هفته همراه بودید حرفامون هنوز خیلی ادامه خواهد داشت تازه داریم وارد این اصول میشیم ولی من قول بهتون میدم ایزان هممون اگر قدم برداریم برای روش کردن در یادگیری ترس برخورد میتونه روابط ما خیلی سالمتر و زیباتر تو زندگی جلو بره مرسی که با من تو این هفته بودید تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار